گویی خود را در محیطی جدید اما آشنا می دیدم. فضایی که روایتگر داستان زندگی من است. هیچ وقت مادر و پدرم را ندیدم. پدر و عمویم دو قلوهای یکسانی بودند که در 20 سالگی برای تجارت به هندوستان رفتند. پدرم به شهر بنارس و عمویم به شهر دیگری رفت. پدرم عاشق یکی از دخترهای باکره بوگامداسی که رقاص معبد لینگم بود شد. او به قدری شیفته آن دختر بود که به مذهب او دین و آیین لینگم در آمد. پس از چند وقت اما مادرم آبستن شد و از معبد بیرونش کردند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم برای اولین بار مادرم را دید. از آنجایی که سلیقه‌اش مانند باقی چیزهایش شبیه پدرم بود، یک دل نه صد دل عاشق مادرم شد. چون تشخیص پدر و عمویم از هم غیر ممکن بود، او از شباهت خود استفاده کرد، مادرم را فریب داد و با او هم بستر شد. وقتی مادرم به ماجرا پی برد، پدر و عمویم را وادار کرد که آزمایش مار ناگ بدهند. آزمایشی که در آن باید آنها را در سیاه چالی که ماری کبرا در آن بود می انداختند تا دختر متعلق به کسی که جان سالم به در می برد شود. تنها خواسته پدرم قبل از رفتن به سیاه چال این بود که بوگامداسی یک بار دیگر برایش رقص مقدس معبد را اجرا کند. آزمایش انجام شد. مار یکی از آن دو را گزید و دیگری نجات یافت. کدام یک؟ هیچ کس نمی داند. کسی که زنده بیرون آمد از ترس پیر شده بود و حافظه‌اش را از دست داده بود. مادرم مرا به عمه‌ام سپرد. او وقت خداحافظی یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان مار ناک حل شده بود برایم به یادگار گذاشت و با پدر یا عمویم دوباره به هند رفتند. آیا هنوز هم مادرم زنده است و در شهرهای دور افتاده هند می رقصد و مثل مار پیچ و تاب می خورد؟ من و زن لکاتم که دختر همان عمه بود در این خانه با هم بزرگ شدیم. به او لکاته میگویم چون نمیتوانم بگویم زنم. هیچ رابطه زناشویی بین ما وجود نداشت. از زمانی که خود را شناختم عمه‌ام را به جای مادرم گرفتم و دوستش داشتم. آنقدر دوستش داشتم که دخترش را به زنی گرفتم. یعنی مجبور شدم بگیرم. دختری که خواهر شیری من بود. شب مرگ عمه‌ام وقتی که همه خواب بودند برای وداع آخر به اتاق مرده رفته بودم. خیلی از شب گذشته بود. سنگینی نگاهی را پشتم حس کردم. او در برابر جنازه مادرش مرا به سمت خود کشاند. یکدیگر را در آغوش کشیدیم و بوسیدیم. در همان لحظه اما پرده اتاق پس رفت و شوهرمم پدر همین لکات وارد شد. چه ننگی! شاید این کار را کرده بود تا مجبور به گرفتنش شوم، چون این دختر باکره نبود. با اینکه خواهر و برادر شیری بودیم، برای حفظ آبرو مجبور شدم که او را به زنی اختیار کنم. اما او از همان شب اول از نزدیکی با من امتنا می کرد. هرچه به او التماس می کردم به خرجش نمی رفت و می گفت بی نمازم.
حتی نمی گذاشت که صورتش را ببوسم. اتاقش را هم به کلی از من جدا کرده بود. مدتی گذشت و فهمیدم که فاسق‌های جفت و تاق دارد. اما من آنقدر دوستش داشتم که حتی برای یادگیری طرز دلربایی از او به سراغ فاسق‌هایش می رفتم تا از آنها درس بگیرم. هرچند هیچ وقت نتوانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم. او آنها را ترجیح می داد و من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ در این اتاق بودم. 2 سال و 4 ماه از وصلت ما می گذشت. بیمار و خانه نشین شده بودم. احساس می کردم که زنده زنده در این اتاق در حال تجزیه شدنم. اتاقم پس توی تاریک و 2 دریچه به خارج دارد، به دنیای رجاله ها. یکی از آنها به سمت حیات و دیگری رو به بیرون است و مرا با شهر ری مرتبط می کند. هر دفعه که از دریچه اتاقم به بیرون نگاه می کنم، مرد قصاب را می بینم که هر روز صبح زود با لذتی شهوانی دولاشه گوسفند را دست مالی و نوازش می کند و با گزلی که دست استخوانی خود گوشتشان را تکه تکه و با تبسم به مشتریانش می فروشد. کمی دورتر هم پیر مردی عجیب بساط کرده. من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. فقط شب‌های جمعه با دندان‌های زرد و افتاده‌اش قرآن می‌خواند و گویا از همین راه نانش را در می‌آورد. یکی از روزهایی که توان حرکت داشتم، تصمیم گرفتم خود را گم و گور کنم. صبح زود بیدار شدم. 2 کلوچه که سر رفت بود برداشتم و از خانه فرار کردم. کوچه های مملو از رجاله های شهوت پرست را پشت سر گذاشتم. موجوداتی که دهانی بودند که مشتی روده و آلت تناسلی به آن آویخته شده بود. همین که به خودم آمدم از دروازه شهر خارج شده و به نهر سورن رسیده بودم. در کنار نهر زیر سایه سروی کهن نشستم تا نفسی تازه کنم. آنجا دختری را دیدم که به سمت قلعه رفت و ناپدید شد. یک بار در کودکی با مادر زنم و آن لکاته روز 13 به در به اینجا آمده بودیم. پشت همین درخت های سرو دنبال یکدیگر می دویدیم و سرمامک بازی می کردیم. دنبال این لکاته می کردم که پایش لغزید و در همین نهر افتاد. دوباره به راه افتادم. نزدیک غروب بود که خود را در برابر خانه پدر زنم دیدم. برادر زنم روی سکو نشسته بود. کلوچه هایی که داشتم را به او دادم. در کنارش نشستم و او را در آغوش گرفتم. دهان نیمه بازش را بوسیدم. لبهایش طعم کونه خیار می داد. تلخ مزه و گس بود. در همان لحظه مادر باز شد و پدرش از خانه بیرون آمد. از خجالت می خواستم به زمین فرو روم. شتابان راه خانه را پیش گرفتم و به اتاقم پناه بردم. حکیم باشی برای بهبودم تریاک تجویز کرده بود. داروی گرانبها برای زندگی دردناک من. دایم تنها کسی بود که از من پرستاری می کرد. چند روز پیش برایم کتابی دعا آورد. اما کتاب ها و نوشته های رجاله ها به درد من نمی خورد. نیازی به دروغ های آنها نداشتم. هیچ وقت نه مسجد،
نه صدای اذان، نه وضوع و اخ و تف انداختنهایشو، نه دلا و راست شدن در مقابل خدای بی اعصاب که به زبان عربی حرف میزد در من تأثیری نداشته. ترجیح میدادم با یک دوست حرف بزنم تا با چنین خدایی. دعاهایی که از کودکی در سرم کرده بودند در مقابل ترس از مرگ بی تأثیر بود. تنها چیزی که آرامم می کرد امید به نیستی بعد از مرگ بود. یکی از روزهایی که دایم برای پرستاری به اتاقم آمده بود قسم می خورد که پیرمرد خنزر پنزری را دیده که شب انگام به اتاق زنم آمده و شنیده بود که لکاته از او می خواسته که شال گردنش را باز کند. چند روز پیش هم خودم دیدم که روی لپ زنم جای دندانهای پیرمرد افتاده بود. همان دندان‌های چرک و کرد خورده‌ای که از میانشان آیات عربی بیرون می‌آمد. از وقتی که زنگ گرفتم، سر و کله پیرمرد قاری جلوی خانه‌ام پیدا شد. آیا خاکسترنشین بود؟ خاکسترنشین این لکاته؟ یادم هست که همان روز رفته بودم سر بساط پیرمرد تا قیمت کوزه‌اش را بپرسم. ندیده می‌خری؟ این کوزه قابلی ندارد. ببر خیرش را ببینی. قابلی ندارد. خیرش را ببینی. روز دیگری که دایم برای پرستاری به اتاقم آمده بود با چهره‌ای درهم گفت هیچ می‌دانستی مدتی زنت آبستن بود؟ اما دیروز لک دیده، بچه افتاده. خندیدم و گفتم لابد بچه شکل پیرمرد قاری است. همین که دایی از اتاقم بیرون رفت یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب کهنه در پستوی اتاق دارم. شرابی که زهر مار ناگ در آن حل شده بود و با جرعه ای از آن همه کابوس های زندگی نیست و نابود می شد. باید یک پیاله به آن لکاته می دادم و پیاله ای هم خودم سر می کشیدم. اما فکر بهتری به ذهنم رسید. دلم می خواست از مرد قصاب تقلید کنم. به پستوی اتاق رفتم. گزلی که دست استخوانی را که داشتم آوردم و با لباسم تیغه آن را پاک کردم. لکاته برایم حکم یک تکه گوشت لخم پیدا کرده بود. شبی تاریک و ساکت، مثل شبی که سراسر زندگیم را فرا گرفته بود، پاورچین به سمت اتاقش رفتم. همه جا غرق در تاریکی بود. به دقت گوش دادم. صدایش را شنیدم که گفت آمدی؟ شال گردنت را باز کن. آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم. در تختش خزیدم و در آغوشش گرفتم. مثل مهرگیاه پاهایش پشت پاهایم قفل و دستانش دور گردنم حلقه شد. دهانش طعم کونه خیار می داد و گسمزه بود. ناگهان لبم را به سختی گزید. در همان لحظه گزلیکی که در دست داشتم را به بدنش فرو کردم. مایه گرم روی تنم جاری شد. او فریادی کشید و رهایم کرد. تنش سرد شده بود. او مرده بود. به اتاقم برگشتم. همین که خودم را در آینه دیدم بی اختیار شروع به خندیدن کردم.